خب خانم ها آقایان درود بر شما، خسته نباشید، خدا قوت. امیدوارم که همیشه لباتون خندون باشه و همیشه شاد و سرزنده. میدونم که امروز یکی از بهترین روزهای طول عمرتون بود، چرا که با شنیدن خبر به فاک عظما رفتن جناب حسن خرس الله اینقدر گفتیم خرس الله دهنش سرویس شد. خلاصه به فاک رفتنش امروز باعث خوشحالی مردم ایران شد، خوشحالی وصف ناپذیری بود که شما به راحتی میتونستی تو داخل کامنت ها که تو کانال های مختلف، حالا اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، هر جایی که بود میتونستید مشاهده بکنید. از این بابت من بسیار بسیار خوشحالم از این که میبینم حال شما احسن الحال، حالتون هم حال، دلتون هم حال خوبی رو داره. بسیار بسیار خوشحالم. ما به هر حال آمدیم خبرش رو خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم که به زودی اولین نفر هم باشیم که خبر به فاک عظما رفتن این علی چلاغ رو هم به شما بدیم و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و ورود رضا شاه دوم به ایران. ما اینا رو اینقدر میگیم. مادر بزرگی من میگفت که میخوای به یه چیزی برسی، اینقدر به اون بگو تا برات بیاد. خواهی مرغ آمینم که اینجا دورور سر من و شما داره دور میزنه حسابی. خدای کنار قلب بونم، خدا وکیلی تو این یک سالی که با هم بودیم خیلی به ما حال داده، چون واقعا بیشیده بیده شما مردم ایران از رو خلوص نیت خودتون، از دل پاکتون، از این خدای کنار قلبتون خواستید و واقعا داره به شما چیزهای خوبی نشون میده. یه اتفاقی امروز که خنده من رو در آورد این بود که این زرشکیان روز تحلیفش، که یه روز مثلا به از نظر جمهوری اسحالی یک روز بسیار بزرگی بود که علی خامنه‌ای به خیال خام خودش گفت که خلاصه مهندسی کردم، یه اولاغ ورداشتم آوردم کردم ظریف جمهور، از این بعد برنامه‌های خودم رو پیش میبرم. رو بحث تحلیفش زدن اون مرده اسماعیل هنیه رو کتلتش کردن و جالب اینجاست امروز تولد این خاک برستر بود که زدن حسن خرس الله رو خلاصه به فاک عظما دادن. من از این بابت بسیار خوشحالم. دوستان جایی نرید، امشب تو برنامه بمونید، ما خیلی برنامه جور و جور جالبی داریم امشب. هم صادق تو برنامه است، هم فرشاد هم تو برنامه است، میخوایم یکم دل شما رو شاد بکنیم. اما در کنار این میخوایم به بحث و بررسی خبرهای امشب هم بپردازیم. ما میخوایم امشب اون آخوند بیناموس رو به شما معرفی بکنیم. حیف ما هر وقت میخوایم یه فیلم زوبر از اینا بذاریم نمیتونم، چرا یهو مثلا یکی از این چه میدونم اتفاقای بزرگ رخ میده که متاسفانه نمیتونیم اون فیلمو پخشش بکنیم. فیلمو صادق مونتاژ کرده، آماده کرده، همه چیزش هم اوکی. من رو چند بار اون فیلمو دیدم، وای خدای من برای اولین بار میبینم که یه آخون تو مسجد داره اون کار رو انجام میده. من تا حالا به عمر خودم، یعنی تو این همه فیلم داشتیم دیگه تو مسجدش رو نایده بودم. بعد پدر اینا لعنت که میگن اینجا خانه خداست و فلان، ریدن به همون خانه خدای خودشون، به اون اعتقادات و دین و مذهب و اون کتاب تخمی تخیلی خودشون با این کارهایی که دارن میکنن. امشب میخوایم اسمشو نام ببریم، بگیم که از چه مشاوری به جناب آقای مجتبی خامنه‌ای میده و خلاصه ما دستردار اینا نیستیم تا روزی که سرنگونی اینها رو خبرش رو به شما بدیم. بذارید من یک دو تا خبر رو اول بخونم بعد برم فرشاد و صادق رو بیاریم بالا، امشب یه عالمه برنامه داریم. منابع اسرائیلی میگن اعضای حزب الله جسد حسن نصرالله رو در کنار جسد علی کروچی پیدا کرد. علی کروچی هم میدونی که از فرماندهان و بنیانگذاران حزب الله بوده و مرد میگفتن مغز متفکرش بوده. این رو هم کلن زدند و نابودش کردن. ولی عهد عربستان هم خیلی جالبه، در صحبتی که صحبت تلفنی که با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده داشته و وزیر خارجه آمریکا بهش گفته که این اتفاق افتاده، احتمال داره هر آن یک جنگ بشه و فلان، شما باید یه وساطت، گفته نه اصلا برای من وضعیت مسلمان، وضعیت فلسطین و فلسطینیان و لبنان و لبنانی ها اصلا مهم نیست، من به زندگی خودم و به کارهای خودم دارم میپردازم، اصلا شما هم زیاد حالا بهش زیاد فکر نکنید. این هم دمش گرم، مشخصه که دیگه واقعا این هم خسته شده. البته اینم به شما بگم، این حزب الله، این خرس الله رو زدن کشتن، خرس الله فقط یه آدم عادی یا فرمانده حزب الله نبود. میدونید که ایشون دومین شخصیت سیاسی شیعیان جهان بود بعد از علی چلاغ. شیعیان
و این خیلی حائز اهمیت بود کشتنش. من دیدم که تو بعضی از این کشورهای عربی دارن زیرزیرکی برای خودشون جشن میگیرن، همشون خوشحالن ثانیا که این اتفاق، این بلا سر علی چولاق داره دستش اومده. خیلی هم دیدید که تو لبنان، حتی تو شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی هم یه مردم اومد گفت بس جمهوری اسلامی کجاست، کدوم گوری هست که اینجور ما رو دارن میزنن میکشن و اینا، هنوز پا پیش نذاشته. دیدم ساعتی قبل علی خامنه‌ای در یک اقدام بسیار کوبنده و بسیار قاطعانه 5 روز اما عزای عمومی اعلام کرد. بعد پدر تو علی چولاق لعنتی لعنت که کثافت حرامزاده، همین هفته پیش بود ما 51 معدنچی رو از دست دادیم با اون وضعیت، یعنی کشته شدن، نه اینکه بگیم حالا سرکاری اتفاقی غیر مترقبه بود و اینها، نه شما کشتینش. حتی یک روز در کشور عزای عمومی اعلام نکردید، ولی امروز به خاطر این خرسولای کنچونتان 5 روز عزای عمومی اعلام کردیم. ما به زودی سر قبر تو حرامزاده هم میایم میذاریم تمام بچه های ایران روش بشاشن. خب اگر اجازه بدید ها بذار اینم بخونم، اینم خیلی جالبه، امید آفرینه برای ما. دوستان یه چیزی من به شما بگم، من میبینم که بعضی وقتا بعضی از این دوستانی که همراه ما تو برنامه هستن میگن آقا پیمان ما دعا نویسیم، اون یکی میگه آقا پیمان من مثلا احضار روح میکنم و فلان، جون و مادرتون، ما تو برنامه خودمون دنبال اینجور داستانها نیستیم. ولی اگر واقعا شما کنار مردم هستی و اگرم واقعا شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی مشخصا علی چولاق کشور ما رو تلس کرده، مردم ما رو تلس کرده، خب شما به یاری مردم بیان، چون اینجا دارید میگید ما دوست داریم اعلام همکاری بکنیم فلان، همکاری بکنیم. همین الان دارم به شما میگم اگر واقعا میخواین این کارو بکنید، اونا تلس کردن، شما چه میدونم ضد تلس بزنید، خلاصه یه کاری بکنید بذار تلس این حرامزاده ها شکسته بشه. من به شما گفته بودم تا چند وقت دیگه اتفاقات بسیار بزرگی رخ میده، همینجور داره میفته. اون اتفاق بزرگی که مرگ علی خامنه ای و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی اینا، چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد، طی همین چند روز آینده، چند هفته آینده، طی این اتفاقات و بگیر ببند و بزن و بکش ها رخ خواهد داد. شمایی که دعا نویسی، شمایی که تلس میکنی، شمایی که فلان میکنی، بس بیاین این چه میدونم علی خامنه‌ای و عیادیشو تا دلتون میخواد هر بلایی میخواین از الان سرشون بیاری تا روز سرنگونیشون که دعای مردم ایران خلاصه پشت شما باشه. منم قول میدم که بعد از پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی بیام از همینجا از یکایک که شما تشکر بکنم، اون موقع دیگه اسم شما رو هم ببریم، هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما کانال تلگرامی و همین لحظاتی قبل کانال تلگرامی وابسته به دولت اسرائیل گفت که نیروی هوایی اسرائیل کاملا خود را برای انجام عملیات در قلب ایران آماده کرده است. آنها ماها طی مانورهای مختلف خود را برای این روز آماده کردند و اهداف از پیش تعیین شده را به خوبی میشناسند. آنها آماده هستند تا رژیم ایران دست از پا خطا کند. آن وقت از کاری را که منتظرش بودند به صورت برق‌آسا انجام خواهند داد. از نظر اهداف دیگر برای آنها فرقی نمی کند که هدف یحیی سنبار باشد، حسن نصرالله باشد یا آیت الله خامنه‌ای باشد، زیرا آنها تنها به حفظ امنیت کشور ما مردم اسرائیل فکر می کنند. حالا اما آنها خوب می دانند که مردم ایران نیز از رژیم آیت الله خسته شده و آزادی می خواهند. کسی چه می داند؟ شاید به زودی آن را به دست بیاورن. من امیدوارم که به زودی این اتفاق بیفته. من امیدوارم به زودی رژیم جنایتکار آخوندی سرنگون بشه. دست رو قلبتون بذارید، از خدای کنار قلبتون همین رو بخوان، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. خب بریم ما داشته باشیم دو همکار عزیزمون رو. امروز فرشاد فکر کنم از یک جو یه چیزایی تون تون گفتم، من رو بذار اینجا اعلام نکنم، بذار صادق یا فرشاد خودشون بیان بگن کجا هستن. برای من جالب بود که فرشاد اونجا جگار میکنه، یک روز اینجاست یک روز اونجاست. درود خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشاد میری کجا؟ بلندی های جولان، اونجا داره واسه خودش جولان میده. جدا مطلب الان اینجا بله، بچه ها گفتم واقعا اونجاست. بله، 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 نگاه کن آقا اون رفته اونجا جولان داره میده. درود بر شما، درود پیمان جان، صادق جان، درود، درود بر همه. فرشا کجا دستی خدایی؟ من بلندی های جولان. بابا دمت گرم، اونجا چه کار میکنی؟ من اینجا اومدم فلافل
کلی بزنم فلافلی. کتلتی هم خوبه، کتلت میرزا قاسمی، کتلت، همه چی میتونی بزنی الان. خب یه سلام علیک با بینندگان داشته باشید. فرشاد درود بر همه شما دوستان عزیز، بینندگان عزیز، همراهان گرامی. یه تبریک و تهنیه درس میکنم به مناسبت از بین رفتن جرثومه فساد که همه مردم دنیا بالطبع خوشحال هستن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لنا و انا اله راجع به اون روح ملکوته حسن خرسلا به لقاء الله پیوست. مخلصم. آقا قرار کی نماز میت بخونه الان؟ ما یه دونه نماز خون داریم دیگه. آقا اون که رفته الان پایین، اینو بردم پایین. آقا یکی دیگه باید انتخاب بکنیم از بین ما، سه نفر یکی رو انتخاب بکنیم بریم نماز. من میخونم، من میخونم. یه دونه بخون، یه دونه بخون نماز میت. بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل، بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای دل آخ دلم تنگه بر. خوبه اینجوری؟ خوبه ساده ایستاده. خب حالا 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 ایستاده واسه بی بی باید دست بزنیم به خدا. درود به شرفش بکنم الان یکی از محبوب‌ترین آدم‌های ما در داخل ایران باشه. چرا باید کتمان بکنیم؟ این حقیقتیه که الان واقعا هست. شما برید تو کامنت ها ببینید مردم عکس العملشون چه جوریه. واقعا درود به شرفشون. شادی رو به قلب ما مردم ایران آورد. خیلی وقت بود که مردم ایران اصلا افسرده شده بودن از مجموعه حرامزادگی های جمهوری اسلامی، ولی بیبی باعث شد که این خوشحالی بیاد به سمت خونه های ما. از این بابت واقعا ازشون ممنونم. خب شما الان خوشحالی از طرف مردم رو داشتی آقای فرشاد خان، حالا شما برید امان از دل زینب از اون ور، یعنی اونها الان ناراحتن. میدونی که زینب هم خلاصه اونجا به چه میدونن دستی بر آتش، دوتا زینب بی پدر شده. آره یه اونجوری هم بخون امان از دل. الو الو الو، سی سی دو 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 دو. ای مردم نذارید براتون بگم دل سوخته آقامون خای منی، تا پاسی از دیشب نمیخوابید بهش میگفتن آقا نصرالله زنده. یا الله یا الله، خدا میدونه. ای مردم بذارید این تیکه رو براتون بگم، ها 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 ها، این تیکه رو من میخوام از زبان حال زینب سلیمانی براتون بگم. ای مردم، او لحظه ای که زینب سلیمانی اقتدا کرده بود به این خرسالله، میگفت بابام نیست خرسالله مواظب منه، خود خرسالله. یا الله یا الله یا الله یا الله. بی بیمون یک در با این که در سفر بود اما فرمان آتش رو صادر کرد. اما اون از دل زینب، اما اون از دل زینب که به پنجر همه جر جر شدن. واقعا دمت گرم، دمت گرم. ما امشب خواستیم برنامه رو یه ذره تکلیفش بکنیم. فرشاد خیلی لطف کردی آمدی، علی‌رغم اینکه تو سفر هستی. ممنونم از شما. خب یه اتفاق بسیار بزرگی بود و خیلی دوست دارم که شما نظر خودتون رو، هر کدوم برداشت خودتون رو بگید. برای اولین بار این خبر رو وقتی شنیدید و مطمئن شدید که، چون ما دیشب همش این بحث بین ماها بود که آیا واقعا این مرده یا نمرده با اینها، ولی وقتی دیگه رسما هم اول ارتش اسرائیل آمد اعلام کرد و بعد اون دیگه خود حزب الله، حالا یکی میخندید به ما میگفت، من یکی از افرادی بود که حالا دستش اون بالا بالا وصل بود، ما میگفتیم آقا این واقعا مرده یا نمرده، میگفت آقا مرده، میگفت آقا چرا ایشی بیانیه صادر نمیکنه، میگفت آقا پیمان از ماشین نویسشون گرفته تا رانندهشون تا فرماندهشون همه مردن، کی میخواد تایپ بکنه، کی میخواد امضا بکنه، کی میخواد هیچ کی نمونده، همه مردن. که امروز دیدم واقعا دیگه، حالا من نمیدونم اینا بعد از این که دیگه ارتش اسرائیل اومد رسما اعلام کرد
اینا هم یک ساعت بعدش اومدن گفتن که بله ما جنازه‌شو نمیدونم دم زور پیدا کردیم و کنار اومده از فرماندهان نخبه حزب الله کروکی هم بود و جالب کروکی و جالبم اینجاست میدونید که 4 نفر از سردانان سپاه هم بودن، 3 تا از حفاظت اطلاعاتی ها بودن، یکی هم که فرمانده سپاه قدس تو لبنان، فرمانده عملیات سپاه قدس دقیقاً نیل فروشان اگر اشتباه نکنم اسمش رو. آره به هر حال نگاه بکن یکی از افراد رده والاست. یعنی بذارید اول من نظر شما رو بپرسم، اولین بار که خبر مرگ این حرامزاده رو شنیدید عکس العمل شما چی بود، برداشتتون چی بود؟ اول بگید شما. خدمت شما عرض بکنم که من که خب شنیدم خیلی خوشحال شدم، منتهای مراتب خب اینجا یک بحث بسیار بزرگی به وجود میاد، چون 48 ساعت پیش یکی از آخوندهایی که الان اسمش خاطرم نیست ولی من اینجا با خودش صحبت کردم امروز، یکی از کسایی که اپوزیسیون سید حسن نصرالله بود، قدیما سابقا دوست صمیمی سید حسن نصرالله بود، 48 ساعت پیش انختار رو داده بود به سید حسن نصرالله، 48 ساعت قبل از اینکه این اتفاق بیفته. ما امروز تونستیم باهاش ارتباط بگیریم، حالا من وایسش هم استوری میکنم خدمت شما عرض بکنم که این آقای در واقع اسمش هست محمد علی حسینی، دبیر کل شورای اسلامی عربی، روز چهارشنبه 4 مهر یعنی 2 روز پیش از کشته شدن سید حسن نصرالله در حمله هوایی اسرائیل، گفت که جمهوری اسلامی تو رو فروخته، به سید حسن نصرالله هشدار داد، گفتش که جمهوری اسلامی تو رو فروخته و مکان دقیق در واقع جلسه، یعنی جمهوری اسلامی حاضر شده که اگر این فرضیه درست باشه، جمهوری اسلامی حاضر شده که از سرداران مهم خودش رو در واقع تومه بکنه و در واقع همون جوری که در 7 اکتبر فلسطین رو تقدیم در واقع اسرائیل کرد، حالا برای یه سری مقاصدی که حالا داره، خب به هر حال سیاست خیلی کثیف‌تر از اون چیزی که ما فکرش رو می‌کنیم. من این آقا احساس می‌کنه که یعنی اینجوری پیش بینیش اینجوری بود که 2 روز قبل، و ما دیدیم که اون چه شواهد نشون میداد که درسته. مردم جنوب لبنان هم بسیار بسیار خوشحالند و خود لبنانی ها خوشحالند، بازاری های لبنان خیلی خوشحالند و بلتاب خب همه خوشحال میشن از کسی که تروریسته و کسی که در سال 1357 جسه به دست در کف خیابان های تهران بود و یار غار خمینی بود و کسی بود که در شورش 57 یک ارکان اصلی بشه، یکی از ارکان اصلی به شمار میرفت، میبینیم که امروزه تقاص پس داده و این برای مایی که بر تقدیر آواره این رژیم هستیم برای ما خوشحال کننده است و من هم خوشحال شدم و خوشحالتر از اون شدم که به محض این که این اتفاق افتاد، به هر حال یه سری از دوستان تونستن فرودگاه بیروت رو در واقع هک بکنن، برج مراقبت فرودگاه بیروت رو هک بکنن و یک اختلال عجیب غریبی در این امر به وجود اومد. میدونیم که به محض این که این اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی یک هواپیمای پر از تجهیزات و پر از کمک‌های اولیه می‌خواست به بیروت بفرسته و اما ارتش اسرائیل اجازه فرودش رو نداد و اون هواپیما برگشت. ارتش اسرائیل بسیار بزرگواری کرد که اون هواپیما رو نزد، با اینکه محتویات هواپیما رو میدونست و این نشون میده که اسرائیل چقدر بزرگواره و چقدر میتونه بخشنده باشه. الان شما تو اون کشور هستی داری تعریفش رو نمی‌کنی یا نه واقعا دلی داری میگی؟ نه من همکارام همه اسرائیلی هم و من سالها بایش باید دارم. آره سالها. خب من توی شرکتی که کار میکنم، سایبر سکیوریتی، یه شرکتی هستم که بالاخره همه مهربان، همه ببین که بدی کسی رو نمیخوان، بدی کسی رو نمیخوان، با اینکه میدونن من آتئیستم، خدا رو قبول ندارم، اما کاری به کار هم نداریم و من کار خودم میکنم، اونا هم کار خودشون میکنن و بنابراین همه چیز اوکیه. این نظر من. البته اینم بگم قبل از که صادق نظر خودش رو بگه، امروز دستگاه امنیتی و اطلاعاتی فرانسه هم گفت که یک جاسوس ایرانی محل اختفا و محل برگزاری جلسه این سران رو، مخصوصا حسن خرس‌الله رو، به اسرائیل به 2 سال فروخته. حالا باید ببینیم چه کسی، به قول شما سیاست پدر مادر نداره و این رژیم جنایتکار آخوندی اگر پاش برسه، من بارها و بارها به بینندگان عزیز گفتم که حاضرن حتی زن و بچه خودشون رو برای بقای خودشون بفروشن. چرا؟ چون دارای عقاید ماکیاولیستی هستند و فقط خودشان رو میبینند و خودشان رو میبینند و خودشان رو. صادق خانم، من یه مثال بزنم بعد معذرت میخوام.
بالونی رو در نظر بگیرید که گازش کم شده و کیسه های شن رو باید برید بندازه. این کیسه های شن مال اون بالونه و با همین بالون رفته بالا، ولی این بالون یک مقطعی میرسه، یک پریود زمانی میرسه که مجبور این کیسه های شن رو بندازه پایین که بتونه ارتفاع بگیره. End of the day این بالون گازش خالی میشه و سقوط میکنه. دقیقا. بسیار عالی. پیمان ما هم دیشب، خب ما توی آخر لایو اعلام کردیم دیگه، دقیقه دقایق آخر بود که اعلام کردیم که اصلا نسولا دیگه واقعا دیگه کتلت شده. من اولین چیزی که به فکرم رسید مردم ایران بودم. اینکه گفتم اگر هر بلایی بخواد بیاد بازم واسه مردم ایران میاد. دیدم واقعا این تعبیر درست در اومد و امروز دلار رفت بالا، سکه رفت بالا. یعنی با کشته شدن یک تروریست، با کشته شدن یک تروریست، سکه و دلار توی ایران میره بالا و اون وضعیت اقتصادی که مردم دارن بدتر میشه. یعنی بازاری نمیتونه بره سر کار خودش، یا قشر ضعیف نمیتونه بره خرید بکنه. این هر بلایی بازم میخواد بیاد واسه قشر ضعیف مردم میاد. یکی این خیلی نظرم رو جلب کرد. یکی هم این که واقعا دیگه طرفدارای رژیم دیگه نایی ندارن که بیان توی این فراخانه که میذارن بیان علیه اسرائیل بیان شعار بدن. واقعا دیگه هیچ نایی واسه شون نمونده، هیچ اعتمادی دیگه به رژیم ندارن که بیان بگن آقا انتقام 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 انتقام، چون دیگه واقعا اینا ترسیدن. وقتی که بعد از این اتفاق سریع خامنه‌ای رو برمی‌دارن میبرن یه جای امن، خب اونا هم میدونن که دیگه رژیم به قول خودمون به گوه خوردن افتاده و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه از خودش دفاع بکنه، خودشو علی خامنه‌ای رو که ببره جای امن، مبادا علی خامنه‌ای هم دوچاره چنین حادثه‌ای بشه که ما هممون امیدواریم که این اتفاق بیفته. یه اشاره خوبی داشتی، این رو من به خدمت بینندگان عزیز، چون دارم یکی دو نفرم امروز با پیام دادن و گفتن که آقا ما امروز همین قیمت دو ارز خارجی رفته بالا و فلان، اینا چیکار بکنیم، باید بفروشیم و فلان. آقا جان مادرتون، همین چوس مثل دلار پولاری که گرفتی تو بالش بالش قایم که نگر دارید، ته روزهای آینده اتفاقات خیلی بی پیشتر از اینا میفته. خرس الله که چیزی نیست. نگاه کن جمهوری اسلامی چه دلش بخواد. البته نظر دوستانم میخوام بپرسم که با من هم نظر هستن یا نه. نگاه این استراتژی که میدان داره الان اینو میگه، من دارم از شکم خودم حرف میزنم. جمهوری اسلامی چه دلش بخواد چه نخواد باید پاسخ بده. این دفعه دیگه باید پاسخ بده، چون این افرادی که کشته شدن، حالا شما به ظاهر این مرد نیلفروشان که معاون عملیات سپاه قدس بود، یکی از افراد ارشد بود، به مراتب خیلی مهمتر از اون افرادی بود که تو سوریه چند وقت پیش کشته شدن که در پاسخ جمهوری اسلامی قارقارا فرستاد. این آقا خیلی به مراتب جایگاهش از اونها بالاتر بود. این امروز کشته شد، شب گذشته کشته شد و خرس الله، خب من عرض کردم خدمت شما، اصلا جایگاه حقوقی داشت در بین این بحث شیعیان. خب مرد شماره دو مثلا سیاسی شیعیان دنیا بود بعد از علی خامنه ای. خب برای اینا بحث شیعه‌سنی خیلی معروف بود. چرا؟ چون علی خامنه این همه سال از پول من و شما مردم و اینها رو برداشت که اون بر بتونه مثلا یه جوری اینا رو پروموت بکنه که این شیعیان و داستان اینها رو بتونه ازدیادش بده تو کشورهای مختلف، که الان دیگه واقعا شکست خورد، شکست مفتزهانه. من خبر دارم که اینها دیشب یک جلسه بسیار دارای اهمیت بسیار بالا داشتن تو ستاد مشترک. بعد دیدم بعضی خبرگزاری‌ها زدن که خونه علی خامنه‌ای، خونه علی خامنه‌ای که نمیان جلسه نمیذارن، که انتخابات محلی نیست که بره. بلاشن تو ستاد مشترک بودن، چون علی خامنه‌ای الان اونجاست. خب تو ستاد مشترک ما یه مهمانسرایی داریم. اون موقع من تو مجلس بودم، یکی دو بار از اون بچهای حفاظت که می اومدن، این مثلا اون موقع نمیدونم رئیس ستاد مشترک رو می آوردن و اینها، بعد اونجا یه داستانهایی میگفتن، من همیشه میشدیدم که دارن یک همچین چیزی رو میسازن، بالاش همه کاملا بتونی و فلان و بسار، مثل همین دیگه، همین کردن زدن خرس‌الله رو کشتن به خیال خام خودشون که فکر کردن این قضیه زمینن هیچ اتفاقی نمیفته، که با بمب‌های 2000 کندی چه میدونم سنگر شکن زدن خار اینا رو صلوات دادن. همین اتفاق الان تو ستاد مشترک جمهوری اسلامی تو تهران افتاد. اینا جلسه بسیار حائز اهمیتی اونجا داشتن که من شنیدم که
علی خامنه‌ای تاکید کرده که شما به زودی برنامه‌ریزی بکنید برای حمله و این اتفاق خواهد افتاد. دوستان ما باید قبول بکنیم که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در قامت اسرائیل نیست، یعنی اصلا نمیتونه با اونا مقابله و مبارزه بکنه. همین الان هم که دیدید یکی از فرماندهان نیروی هوایی اسرائیل گفت که هواپیماهای ما آماده. من دیشب یه اشتباهی کردم، گفتم ایران F-16 داره، F-16 رو روح شاه شاد باشه، ایشون یه قراردادی بسته بود که بتونه یه اسکادران F-16 بخره که بعد دیگه این فتنه 57 شد، کلا F-16 رو آمریکا فروخت به همین اسرائیل، الان اونا دارن، ما از این قاربارک‌های F-5 و F-14 و فلان اینا داریم. من اشتباه گفتم F-16، از این بابت عذرخواهی می‌کنم، دیشب شلوغ بود سر ما یه چیزی گفتم. اما این رو خواستم خدمت شما عرض بکنم، تو این تقابل بین این دو تا کشور، حالا کشور که ایران اصلا، مردم ایران که به تافته جدا بافته هستن، خودشون اصلا نمیمانن به اینها، ولی جمهوری اسلامی با اسرائیل، مطمئن باشید که اسرائیل دست بالا رو داره، پیروز خواهد شد. در کنارش هم خب دیدید که همین الان دو تا ناو هواپیما بر آمریکا هم تو منطقه هستند و اینها همه آماده باش هستن. من فقط منتظر اون ساعت هستم که این اتفاق بیفته به نفع مردم ایران. چرا؟ چون امروز همین فرمانده نیرو هوایی اسرائیل هم داشت صحبت میکرد، در انتهای صحبتش گفت ما میدانیم که مردم ایران هم از دست اینها خسته شدن، حالا شاید هم تا چند وقت دیگه به آرزوی خودشون برسن، که یه اتفاق خوبی بود. حالا شما هم نظر خودتون رو بگید فرشا شما. ببخشید پیمان، من میگم که این تعداد نفراتی که قبلا ثبت نام کرده بودن کجان اینا؟ چرا نمیان؟ چرا قرار بود اینا بفرستن غزه؟ غزه که هندوانه باب درست کردن نشد، الان بفرستن لبنان، یا همین کسایی که ما فیلم و عکسشون رو گذاشتیم بهشون میگن نخبه، موضوع نظام بهشون میگن نخبه. آقا اینا جمع کنید بعد دقیقا به دردی بابا به دردی سوالی که شما داری میپرسی سوال شرعی فرشاد بعد جواب آقا فقط به درد چیز نمیخوره که، فقط به درد تلمه زدن نمیخوره که. آقا اینا بعد میخوام در مورد تلمه زدن هم صحبت کنیم فرشاد، بعد در ادامه میخوام همه بعد با هم دیگه جواب بدیم. بعد آقا من یه اخباری دیدم، میگم که آقا از اینا میشه بهینه هم استفاده کرد. آقا چرا وقتی 150 یورو اون چیز تو میخرن توی خارج از کشور میخرن دیگه، اسپرنو میخرن، آقا چرا هدر میدی؟ آخ لعنتی برای بفروش، حداقل با اون پولت خرجی دوا دکتری به خیلی کاری کن. اگر در روز ساده آقا... تو اینجور مسائل نه من... نه من... آقا من دیگه چیکار کنم؟ خب وقتی فیلم به من میدی من باید من اطلاعات رو کسب بکنم یا نه؟ فیلم موچه خور به من میدی صادق جان صادق عزیز، من میگم روزی سه بار آقا واسه روزی سه بار 350 یورو چقدر میشه؟ آقا اینو استفاده کنید دیگه. I'm so sorry. ببین میخرن اما نه مال اونایی که خودشون هستن اینجوری. ببین تو یه چیزی شنیدی ولی تکمیل اخبار تکمیلی به دست تو نرسیده. اخبار تکمیلی با تو برشن دوستان عزیز، مال هر کسی رو نمیخرن دوستان، مال کسی رو میخرن که اساساً از بی ضربه باشه، یعنی ضربه نداشته، حتی کم کار کردم قبول نیست، بی ضربه پلومب، مال اونا رو میخرن، تازه اونم تحت شرایطی میخرن. آقا اطلاعات این آقا بیشتره، آقا اطلاعات این آقا بیشتره. Of course که اطلاعات من بیشتره. سوال اول چی بود؟ سوال اول من یا سوال اول؟ نه در مورد کسایی که اومدن ثبت نام کردن و میخواستم من غزه نرفتن، اینو کسایی که به عنوان نخبه معرفی میکنم که ما اینا فیلماشونو گذاشتیم، اینا هم بردارم ببرم دیگه، ببرم استفاده کنم. اینو که دارم، اینو که دارم. یه سوال آفیمان پرسیده بود، سوالی که من پرسیدم در خصوص این مقابله به ته ساعت آینده بین اسرائیل و جمهوری اسلامیه و اینکه کفه ترازو سنگینیش به طرف کیه و چجوری، آیا شما موافق هستید با حرفای من که زدم یا؟ قطعا همینجوری، منتهای مراتب یک مقابله باخت باخته در واقع، یعنی جمهوری اسلامی اگر کمی، اگر جمهوری اسلامی یک مقدار باهوش باشه وارد این بازی باخت باخت نمیشه. چون این ببین اتاق جنگ اسرائیل، شما عکسشو دیدی؟ فیلم اتاق جنگو دیدی؟ اون ببینید اون شور و مشورتی که داشتن با هم میکردن، ببینید چقدر اون نظم نو، ببین اسم این عملیات نظم نوین،
نظم نوین. اونا عملیات چون وعده صادق، وعده صادق. حالا صادق، من ببخشید اینو من میگم، امام جعفر صادق میدونی که بنا بود، بنا بود، با دستش، با دستش دیوار رو نگه میداشت. یه آخوندی صحبت میکرد میگفت امام جعفر صادق دیوار داشت میریخت، امام جعفر صادق کنار مادرش نشسته بود، مادر امام جعفر صادق به دیوار نگاه کرد گفت ای دیوار تو رو به جد صادقم نریز. دیوار دوباره اینجوری اومد تا اینجا، دوباره رفت اینجا، مثل که تو دیوار جک گذاشته آره. جدبن شما رو کنم که این وعده صادق با نظم نوین اصلا تو هیچ ترازویی نمیشه اینا رو واقعا قابل مقایسه نیست، برای اینکه اونا از پوش بالایی برخوردارن، افراد متخصص استفاده میکنن. من امروز در میدان فلسطین تظاهرات یک سری بسیجی ها رو داشتم میدیدم، یارو اینجوری میگه پلاگارد، پلاگارد گرفته تو دستش، یه لحظه دوربین اومد پایین، یعنی تو شات بود، من اومدم نگاه کردم شلوار اینو، من نگاه کردم شلوار اینو، میدونی یعنی آخرین باری که شلوارش شسته بود سال پیش بود فکر کنم، ریخته اینو من. بعد مثلا یه زنه اونجا بود، همه داشتن میگفتن مرگ بر اسرائیل، زنه داشت میگفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر. اینا نهایت تلاششون که من میگم آقا، من خودم سرزنش میکنم جمهوری اسلامی، میگم آقا چرا معطلی؟ دوستان، دوستان عزیزی که ثبت نام کردی، دوستان بسیجی ارازشه، آقا چرا معطلی؟ چی هستی شما؟ امروز اینا میتونستن تلافی بکنن در همون میدان فلسطین، یک عده باید میرفتن پشت میدان میموندن، یک عده از این برای شعار میدادن، سلامی میومد از بالاش فوش میداد، خیلی میتونستن کار بکنن اینا، خیلی میتونستن مفید باشن، ولی متاسفانه اینا نمیتونن، از ظرفیت های خودشون نمیتونن استفاده کنن. امیدوارم که از ظرفیت های خودشون آنگونه که بایسته و شایسته است بتونن استفاده کنن. نه نمیتونن، به نظر من اصلا هیچ. اگر جمهوری اسلامی وارد این بازی بشه یک باخت عجیب 1000% میده. این از این صادق عزیزم که گفته بود که آقا اینا نخبه ها چرا نمیرن فلان نمیرن، آقا اونا کجا برن عزیزم؟ کجا برن؟ اونا وایستادن اونجا التماس دعا دارن، برن برن میدان جنگ، میدان نبرد. اینا رو تخت نبرد میکنن یا نهایتاً تو ماشین، آقا یا تو مسجد، تو مسجد، تو مسجد. امروز صبح فهم، من امروز صبح، من دیشب دیر خوابیدم، من دیشب دیر خوابیدم، بعد ساعت 4 صبح به وقت اینجا خوابیدم، اینجا ساعتش با ترکیه یکیه. بعد خلاصه صبح همینجا تا پا شدم واتساپ رو چک کردم، دیدم صادق یه عکس هم فرستاده، زبان مشترک، یه آخوندیه اینجوری. زنگ زدم به صادق تشریح، گفتم یعنی من صبح از خنده پاره شدم، من تا اینو دیدم فهمیدم دیگه، فهمیدم این صحبت فیتیش میده دیگه، فهمیدم صحبت بلیس بلیسه دیگه. میگم چقدر اینا واقعا من اصلا واژه کم میارم، نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چه. عموجانی ته یک بیانیه ای، عموجانی ته یک بیانیه، به جان خود عموجانی که سلطان برادرزه، یعنی عموجان دیگه. ببین ما تعارف نداریم دوستان عزیز، همراهان همیشگی، من عذرخواهی میکنم، یه چیزی رک از تو این دنیای به این بزرگی از عموجانی بکنتر اصلا من ندیدم، یعنی رو دستش من ندیدم. عموجانی ته یک بیانیه ای گوه، من شرمنده هم. من میرم کنار، این شما و این پرستوها همه رفتن. چکرین امشب میخوایم پرده برداری بکنیم از بیوگرافی این آقا، ولی حالا فیلمشو میخوایم پخش بکنیم، سعی میکنیم که زنگ بزنیم، امشب نمیشه زنگ زد چون که شمارهشو کلن خاموش کرده به خاطر
یه سری استوری هایی که ایشون گذاشتن، ایشون هم بنده خدا عزادار هستن. آخه عزادار آخه حسن نصرالله هستن. میخواد و کلن شماره شو بدیم من قشنگ برش مرسیه بکنم امشب. به احتمال 90% الان حاج آقا توی لایو ما هستن. بهش بگم حاج آقا اون لحظه ای که زبانت در اومده بود. بابا بابا تسلیت تسلیت کرد. حالا تا چند روز دیگه یکی بود واسه این با تسلیت بذاره. پیمان عزیز سراپا گوش هستیم. ایشون رو معرفی کنید و سمتش رو بگید و یک کوتاه هم فیلم بشم که دیدید. عکسش ولی بذار مردم ببینن. عکسش هم آره اینو بذار. هیچ میدونی همون کاری که داشت میکرد این شخص بینندگان عزیز، ما اگر فیلم رو پخش نمی کنیم چون الان این ماجرای خرسولاب و این هاست همه نظرها اونجا جلب شده، بذاری یه چند روز بگذره چون این فیلمش اصلا واقعا خنده داره. ایشون مشاور مشتبه خامنه ایه، پسر رهبر علی چلاغه که اون اولاغ قراره بیاد جانشین باباش بشه، بعد این حرامزاده ها بشن مشاورش. ناگهان من اسمشو بذارم امشب بگم الان مردم برن سرچ بکنن حالشو ببرن دیگه، بذار خودش هم بفهمه. خب بعد آقای فرشاد خان هم در وصف ایشون خلاصه نوعی بخونه چون خیلی امشب عزادار هستن. ایشون آقای حجت الاسلام والمسلمین، دوستان حجت الاسلام میشه لیسانس، حجت الاسلام والمسلمین میشه فوق لیسانس. خب اینا ایشون حجت الاسلام درجه، اینا با 15 امتیاز رفتن مرحله بعد شدن حجت الاسلام و المسلمین. ایشون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی معروف هم هست، سید مرتضی آقا می محمد علی غربیه. غربی رو میشناسید همتون، خیلی واعظیه که تو قوم خیلی در مورد خامنه ای و اینها میاد آتشین حرف میزنه، هر جایی که ببینه مثلا یک نفر گارد گرفته به سمت علی خامنه ای و مشتبه و اینا، اون گروه چماقدارهای معروف قوم رو جمع میکنه، حمله میکنن، میزنن، میگیرن. خب و جالب اینجاست مشتبه خامنه ای تمام کارهای خونه و زندگی و اداری و نمیدونم شخصی خودش رو میده این تو تهران براش انجام میده. خب کلومت فقط کافی سرچ بکنه تمام فیلماش همه میاد اینجوری چیز نیست تو یوتیوب ده. نه همه تو گوگل، تو گوگل فقط بزنید مرتضی غربی همه چی میاد. بزرگ کن بذار یه دونه عکسشو ببینیم. آره این شخص خیلی میبینید خیلی اینو تو تلویزیون میارن. آره خیلی این صحبت میکنه. آره خیلی تو تلویزیون میارن. آره خیلی میاد تو تلویزیون. مردم ما میخوایم یه فیلمی از این پخش بکنیم، شما باورتون نمیشه. شما فیلم مطهری رو که دیدید دیگه، اون پسر مطهری دیروز راستی گفتن این خودکشی کرده، بچهای بیمارستان راضی بهم گفتن مطهری داره زنش گذاشته، زنش انگار مال اینجا نبوده نمیدونم گذاشته رفته و اینا، این خودکشی. حالا به هر حال دیگه کسی که خربوزه میخوره بعد پای لرزش بشینه. حالا در مورد این حجت الاسلام و المسلمین به قول آیه فرشاد خان، سید مرتضی آقا میر محمد علی غربی مشاوره، خرابش کرد مشاوره جناب آقای ایشون، مشاور جناب آقای مشتبه خامنه ای هستن که پسر علی چلاغه. مشتبه این آقای کشمشیان، همین آقای مشتبه خامنه ای چند وقت پیش به مسئول امور اجرایی جامعه مبلغین کل کشور گفته بود که برای این یک پست بزنن، یک مسئولیت بزنن، چون این داره حمالی کارای اینو انجام میده، سند زدن ها و نمیدونم نون خریدن همه کارشو داشته انجام میداده. اون مسئول امور اجرایی جامعه مبلغین کل کشور برای ایشون حکم میزنه به عنوان مسئول امور اجرایی جامعه مبلغین استان تهران و تهران بزرگ، پست بسیار بالا، یعنی هر کی میخواد بره چی میدونم سر قبر کسی نمازی بکنه، کسی میخواد بره بالای منبری فلانی، باید حق حساب این رو بده. حالا دوستان عزیز ما دیگه اسمشو گفتیم، عکسش هم گفتیم، اینا اصلا هیچی مهم نیست. بعد یه لحظه اونجوری داره لیست میزنه و اونو یه لحظه نشون بده، میخوام یه توضیحی بدم. دوستان این شخصیتی که شما تو تلویزیون تو شبکه 3 میبینید، تو جاهای مختلف میبینید، اینقدر عصبی میاد خیلی قرار صحبت میکنه، ما فیلمی الان از این داریم که تو مسجد داره با یه نفر
سکس چت میکنه. نگاه بکنید زبونش رو چجوری، این الان تو مسجده، زیر همین عکس ما فیلمو به زودی برای شما پخش میکنیم. خب بذارید این ماجرای خرسولا تموم بشه. نگاه اینجوری زبونش رو در آورده، این تو مسجده، نمیدونم اعظم پیامبر چیه تو تهرانه، چه مصنوعی نیست. آره فیلم دیگه خیلی واضح‌تر از فیلم اون مطهریه. خب بعد جالب اینجاست، همون لحظه‌ای که داره سکس چت میکنه، داره براش میلیسه، برات بعد عوض میخوام ببخشید مورچه خوار خودشو در میاره تو مسجد، بعد هی میکنه دختره برمیگرده میگه وای چرا اینجوری میکنه فلان میکنه، میگه آخه میان از من میگه من خودم از خنده ترکیدم اینو دیدم، میگه تو چرا آخه وسط کار هی میری، میگه آخه میان سوالات شرعیات دارن. دختره بهش میگه مگه تو کجا هستی؟ میگه خب من تو مسجد هستم. میگه تو مسجد داری منو میکنی. ببخشید. بعد آقا قبل از این که اعوذ بالله ان يحضرن من الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم صادق تو نمیتونی یه لحظه اون اسباب اساسیه دختره رو بزرگش کنی، اونو نشون ندی؟ بالا خودش داره میگه که من دارم تو مسجد، داره میگه جان اینجوری میکنه نمیگو. بعد ما نظر فرشاد رو در این مورد بشنویم که اینا واقعا واسه من چیه. من اول یه سوال بکنم بعدم نظر فرشاد. آقا قبل از این که جالبه، قبل از این که من تو چتاش هستم، چتاشون خیلی طولانی دیگه، چتاشو نذاشتم. تو چتاش میگه که تو قبل از این که تصویری بیای باید صیغه محرمیت رو من پشت تلفن بخونم و بعد یعنی الان این طرف رو صیغه کرده پشت تلفن، بعدن اومده این کارو کرده. حالا ما اینو دیدیم، ببین چقدر این کارو کردن که ماها نمیدونیم. بله. بعد جالبم اینجاست، نه فامیلیشو میدونه، نه اسمشو میدونه، نه اصلا میدونه این کی هست. سفید امضا کرد دیگه آقا، سفید امضا کرد. سفید امضا کرد واقعا. دقیقاً. یعنی اگر ببینید اون دورانی که موبایل نبود، اینترنت نبود، چه کثافت بازی هایی کردن اینا. دقیقا. چه لاشی بازی هایی در آوردن اینا که امروز رسیدیم به اینجایی که اینجوری آبروشون میره. و البته اینا خیلی پروتر الان شما میفرمایید، پیمان میگه که حالا اون متحری خودکشی کرده، امیدوارم بمیره واقعا، امیدوارم، برای اینکه جرثومه فسادن دیگه، اینا جرثومه فسادن. پی فیلم آماده کردی صادق؟ نه چون فیلم اگه بخوام بذارم صدای اون بنده خدا مشخص نمواد، صداشو باید ادیت کنم، بابت همین نمیتونم الان بذارم، چون با صدا بخوام بذارم اینطوری نمیشه که آره صدای اون بنده خدا اون بزرگوار گفته بود اینطوری نمیشه که زیر دل عالم درد میگیره، اصلا من نمیخوام اسپری زدی آقا نگاه کنید آقا، یکی از فیلماش خیلی جالبه، نگاه کنید ببین کجا رفته فیلم گرفته این آقا. بعد آقا من نمیدونم اینا اعتقاداتشون چجوریه. بعد پشتش کجاست؟ خانه میرزا گول. خب بعد چطور میشه فرش شد؟ چون شما اطلاعات مذهبیتون، دینی مذهبیتون زیاده، لطف بکنید در مورد این توضیح بدید. جدی میگم چطور میشه؟ حالا اصلا گیرم صیغه تلفنی تو طرف رو نمیشناسی، حالا دیگه خلاصه، بعد چجوری تو مسجد آزاده اینا لنگو بدن هوا و اینها این کار رو بکنن؟ بله بله بله. فلزا میفرماید که اللنگو و المسجد البالا و دخولو فی نهاد تاته. اینا در مسجد واقعا اینجوریه، یعنی اگه در مسجد بخوان صیغه عقد بخونن تلفنی با واتساپ از پلتفرم های مختلف میتونن این کارو بکنن. حتی خداوند در قرآن هم اینو در واقع اشاره کرده، فلذا این آقا هیچ قصوری نکرد و درود بر شرفش. دیدی که سوالات شرعی هم بود، کسی داشت میرفت میره، یعنی اون احساس وظیفه ای که داشت رو انجام میداد.
صدا تغییر کرده فقط. یه ذره بده بالا گوشی رو. بده بالا گوشی رو بده. نگاه کن. نه این صدایی که الان میگه تو مسجد اومدن. تو مسجد اومدن اتاق بالا. تو مسجد رفته اتاق بالا پیرهن دامن همه رو بده بالا.